سلام دوستا، بازم والید هستم در خدمت شما. امروز بخیر شروع میکنیم پایتون نمبرز، که پایتون نمبرز از بچی مانا، یعنی وقتی که ما نمبر استفاده میکنیم، اعداد استفاده میکنیم در پایتون، آن چی رقم استفاده میکنیم و چطور پیدا میکنیم که از کدام نوع است. خب اول ما در ویدیو اولی خود قبلی خود براتون گفتم که پایتون هیچ وقت در وقتی که شما در پایتون کار میکنین وریبل هیچ وقت شما مثل جاوا واره نوشته نمیکنین که انت مثلا اکس مساوی میشه به دو، یعنی اینی را هیچ نشته نمی کنین در پایتون. در پایتون وجهت خودت نشته می کنی که x مساوی میشه با 2، پایتون خودش می فهمه که تو هدفت از اعداد انتجر است. وقتی خودت نشته می کنی که x مساوی میشه با 1.2، پایتون خودش اتومات می فهمه که تو عدد را که نشته کردی 1.2 است، از فلوت است. تو حاجت ازیر نداری که تو نیجه نشته کنی که ما فلوت معرفی می کنم یا کمپلکس. خب اینی چیز موضوعی نواز کمپلکس میگه، عدد کمپلکس چی است؟ عدد کمپلکس وقتی که در پایتون خودت یک مثلا یک عدد میبینی، باز در بین عدد یا اعداد جی را میبینی، کلمه جی را میبینی، اون را میگن عدد کمپلکس. میره پاک کنم. خب قلم خود را پس کنم، بیاد مثال این را میگن عدد کمپلکس. عدد کمپلکس میگن سعی کنیم ببینیم دوستان اینجا که من نشته کردیم در پیشریش که x مساوی میشه با 1، بعد کومنت برش نشته کردیم که انتجر هستی، ولی خود تو مضرور نیست که نشته کنی که انت x مساوی میشه با 1 یا y بگی که فلوت y مساوی میشه با 2.8. اوتومات خود پایتون میفهمه و این میبینی 1 با j این اعداد کمپلکس میگه در پایتون. خب نوع آبجکت که از کدام کلاس معرفی شده او را پیدا کنین، میتونین از چیز از فانکشن type، از فانکشن type استفاده کنین. خب فعلا ما درباره object و class برتان گپ نمیزنم، در چپتر بعدی ما داریم درباره object و classes تمام از رو به درستان میتونم معلومات میتونم درباره که object چی است، class چی است. خب فعلا ما قبل فهم که اینمی اینی type باش که ما جمعتان داشته کنم که اینی فانکشن type اینی که هست ای نوع آبجکت که از کدام کلاس معرفی شده برتان پیدا میکنی یا برتان نشان میده. همچنان وقتی که خودت اینجا که ما استفاده کردی میره تایپ داخل قوس x، یعنی ما میخوایم بفهم که اینمی x کس اینمی x قیمت 1 گرفته از کدام کلاس معرفی شده، اینمی آبجکت را که به حساب است از کدام کلاس معرفی شده. وقتی که ما رن کنم کانت سیف کنترل v، ببینید دوستا وقتی کلاس اولش نشون میده که از کلاس 20 انتجر، ببینید از کلاس انتجر است. دومش نشون میده یعنی وای می قیمتش از فلوت است و وقتی که 1j از کلاس کمپلکس است. این چی میکنه؟ این معرفی از نمیره که از کدام کلاس معرفی شده، میره فانکشن چیز تایپ مرتون نشان میده. این میره در ذهنتون بگیرین خلاص دیگه کدام چیز دیگه نیستش. خب میریم با سلاید خود ببینیم در سلاید خود دیگه چی داریم. خب آمان در سلاید خود میبین در سلاید خود که ما چی که در پایتون چی رقم جمع تفریق ضرب و تقسیم انجام میتیم. با استفاده از علامه خودشون میتونه که ما شما میکار کنیم. مثلا از علامه جمع جمع میکنه، علامه منفی منفی میکنه، علامه ضرب ضرب میکنه و اینی کس سلاش کس اینی می تقسیم میکنه. بیایم در مثال برتون نشون بده که خوب برتون واضح شوه. اینی جمع ما میگه یک مثال برتون نشته کردیم. اینا دوستا این مثال نشته کردیم ببینیم که چطور جمع و تفریق و ضرب میکنه. یک چیز دیگر متوجه باشین دوستا، وقتی خودتان میخواین که یک عدد به توان معرفی کنین دو علامه ضرب استفاده کنین. وقتی خودت میخوای که یک عدد نشته که مثلا بگی که 3 به نمای 2 یا 3 به توان 2، تو دو علامه ضرب استفاده کن. ای به ما در پایتون نمیمونه که عدد به توان 2 نشان میده. پایتون اینو میخه میگه آ در گرامر ما اینه که تو علامه ضرب نشته کردی، ای به این معنی که تو میخوای که سیر نشان بدی به ما که به توان 2. خب میایم در عملیه که کدام عملیه رو تیز اجرا میکنه در یک مدل مثلا ریاضیکی. اول وقتی که ما شما بلموم وقتی که ما خود ما کار میکنیم، یعنی اول ضرب و تقسیم به حساب کار میکنه، معملیش پیش میبره، بعد از بعد جمع و تفریق میکنه. مثل که در این مثال است، در این مثال اول چیز میکنه پایتون اول ضرب میکنه 3 4 12 جمع 2 14 نشانتان میده. و اگر اتو نشته کن داخل قوس که نشته کن، اگر بخواین که نه ما اول میخوایم که 3
سه و دو را جمع کنم باز ضرب 4 کنم میشه. دهی باز چی میشه که دو جمع سه 5 سه 4 5 20 براتون 20 جواب میده. خب من همین مثال رن میکنم شما ببینید کمی هست تمیتر میشه نمیشه. سیف کنترل بی بیاین که ببینیم اینکی اولش قیمت اول چی کشیده. گفته وقتی که میجمع قیمت اول کشیدیم خط اول گفته x دو جمع سه 5 درست. بعد از اینجا ما گفتیم که سه منفی 1 y قیمت چه کشه پرنت کنم y چی هست دو درست. باز ضرب کن دو سه 6 اینی خطا بخونید ببینید دوستا دو سه 6 این 6 کشیده. بعد از او باز آمدیم ده یک گفتیم که سیر تقسیم دو کو چند میشه یک اشاره 5 قیمتش کشیده اصل تقسیم اینال اینجا گفتیم گفتم که وقتی که شما میخواین اگر دادن به نما نشان بتین دادن علامه زر نشان کنین وقتی که سیر به نمای دو نشته کنیم چند میشه قیمتش 339 درست. خب ما میگیم که مخی با سه بنمای سه چند میشه این دو علامه ضرب استفاده کردیم سه بنمای سه چند میشه 27 اینا ببینید دوستان 27 کشیده. خب به اینجا اومدیم گفتیم که اول کدام عملی نشون میده رقم وقتی خودتون این رقم نشته کنین اول عملی ضرب نشون جا تقسیم کار میکنه بعد از باز جمع و تفریقه ببینید که نشون میده که همین کارا میکنه یا نکنه. اول ببینیم که اینجا چی کرده اینا ببینید 214 کشیده یعنی 3 4 12 12 جمع 2 14 را کشید. اول چی کرده که عملی جمع و اولی ضرب انجام داده ده معادله. بعد از او باز وقتی که خودتون بخواین که نیم اول 2 را جمع 3 میکنم بعد از او باز ضرب 4 میکنم اینجا بده او را چی میکنم با استفاده از قوس برای ما پایتون ماین میسازین که چی کرده اینجا 2 را جمع 3 کرده 3 را ضرب اصل جمع شونه که 5 شده ضرب 4 کرده که 3 4 12 شده. خب این شد میریم پس به سلاید خود در سلاید بعدی خود که در سلاید بعدی ما دیگه چی داریم باش که میرم انیمایز کنم. خب این کار شد ملی خدا کنه که فهمیده باشین ضرب جمع تقسیم و منفی را فهمیده باشین. حالا آمدیم که در پایتون اینم میجون برتون گفتم که دو علامه ضرب نشان میده برتون در داخل قوس میتونی که جدایشون کنی پایتون نمبرایش. خب اینجا آمدیم یک چیز دیگه اینجا گفته که اینجا پایتون استفاده میکنم مثلا وقتی خودت میگی که یک عدد بسیار طویل داری باش که من در مثال خود برم بس انت یک عدد بسیار طویل داری باش من اینجا برم برتون یک مثلا میگی که ما x مساوی میشه به انت یک عدد داری سیز ببین مثلا برای شما بسیار خواندنش مشکل میشه چند دانه صفر است که چند است میتونی که به حساب 33 دانه جدا کنی به خاطر یک خانه یک دهن صدن هزار که میکنی 33 خانه جدا کنی این ما 33 خانه جدا میکنم تک اول خواندنش به ما آسان شد که چیز است ولی وقتی که در پایتون رقمی نشته کنی بر تو چی میکنه انمی چیزش اندروسکورا را اگنور میکنه بعد تو نمی قیمت اصلی نشان میده با چی مانمش من برتون الان نشان میده مثال من میگم که پرنت کو با ما چی را اکس بیا که نشان بده که با ما چی کنه سیف کوش با نام x.py به خاطر اکستنشنش عین دوستا مالی را سیف کردم میگم ران کو با ما که امیتو نشان میده یا چی اندرسکور را اگنور میکنه پایتون کنترل بی این دوستا ببینید در ریزولت اینجا که اگنور کرده چیزش چی میگنش امو اندرسکور را اگنور کرده امو عدد درست به ما نشان داده ولی بر ما شما که چون کود ما آسان شوه بر ما خواندنش آسان شوه میتونیم که اندرسکور استفاده کنیم. خب میریم در سلاید خود که دیگه چی داریم میرم انیمایز کنم این ما تشریح کردم براتون که خدا کنه فهمیده باشین و در کدام پایتون در پایتونی که به حساب 3.6 یا مو ورژن پایتونی که 3 از 3 بالاتر از 3.6 بالاتر و 3.6 ای کار میکنم از او که پایانترش مثلا پایتون 2 کار نمیکنه ولی در وریبل ها بیاییم ببینین وریبل است که ما شما او را میگیم کانستنت به این مانا که اینمی قیمت وریبل که هست اونمو والیوی که وریبل داره اونمو هیچ تغییر نمیخوره اونمو کانستنت به مویشه به مو والیوی که میباشه و به مو قیمت که گرفته اما وریبل ما به اونمو والیو اونمو قیمت
تا مؤخر پروگرام ثابت می باشه. وقتی در پایتون به حساب بگیم که کانست معرفی کنیم، یک وریبل بگیم که کانست، بازنشته کنیم که اینی وریبل ما قیمتش تغییر نمیخوره، این تا چیز نیست. صرف پروگرامر ها چی میکنم میگیره در کود خود، وقتی که وریبل به حروف کلان معرفی کرد، یعنی هر کسی که بخونه میفهمه که این کانستنت است، این 5000 دیگه تقسیم تغییر نمیخوره قیمتش. وقتی که در کود پایتون دیدی که یک وریبل به حروف کلان معرفی شده، ایره بفهم که اونمو بانایش چی است، کانستنت منامیته، یک وریبل است که کانستنت است. ایره میگن کانستنت وریبل در پایتون. باشه دوستان، من چیز از یادم رفت که من براتون تشریح کنم در مو اول. خب حال براتون خوش که یادم آمد براتون تشریح کنم. مال اینجا که عبارت از چی است که اینی انتجر ما خواهد گفتیم که انتجر خود کدام مداد میگیره، از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی را میگیره، عداد را که عداده که به حساب ثابت باشه، یک مثلا دو سه. و فلوت کستک همچنان اعداد شریر میگیره، منفی از منفی تا مثبت هر دوش میگیره قیمت اشاری. کمپلکس اعداد کمپلکس کست وام به هر چنان اعداد منفی میباشه، اگر حساب نشته کنه که منفی 5 یا مثبت. مثبت اخ مالا میشه نمیتیم، یعنی که نباشه الان میفهم که مثبت است. مثلا مثبت 5 یعنی هر دو قیمت گرفتم میتونم. این شد درباره اعداد که کدام در انتجر کدام چه کدام اعداد میگیره و فلوت کدام اعداد میگیره و اعداد کمپلکس پایتون کدام اعداد است. خب میایم در این بخش خود در کانورژن میایم که کانورژن چی معنا میده. کانورژن یعنی کانورت میکنه، میتونی که در پایتون انتجر به فلوت تبدیل کنی، به اعداد کمپلکس تبدیل کنی، و میتونی که فلوت به انتجر تبدیل کنی، به کمپلکس تبدیل کنی، و همچنین کمپلکس به رزی و به رزی تبدیل کنی. اینو میگن کانورژن. با استفاده از کدام میتود؟ با استفاده از این سه میتود میتونی که اون کانورت کنی به یکی دیگه. میریم به مثال که براتون سمسه واضح شوه که من چی میگم. خب میایم اینجا اول چی کردیم؟ اینجا معرفی کردیم که x مساوی میشه به 1، یعنی عدد انتجر به خود گرفته. y مساوی میشه به 2.8، یعنی عدد اشاری گرفته y. و z مساوی میشه 1j که عدد کمپلکس گرفته. خب حالا میایم به متدایی را که من براتون گفتم که عبارت از چی بوده. که من براتون گفتم یک int که اینجا سه اینجا استفاده شده، int بود، متد int بود، متد float بود، متد کمپلکس بود. یا را میتونی کانورت کنی. حالا مثلا دیگه وریبل معرفی کرده که به فلوت تبدیل کچی را اکس ها. اکس چی از قیمتش؟ یک. به چی تبدیلش کو؟ به عداد اشاری تبدیلش کو. دیگه وریبل معرفی کرده گفته که بی مساوی میشه به انت وای. بی چی است؟ بی را میگه وریبل است، یک وریبل جدید معرفی کرده، میگه انت متد کانورژن استفاده کرده. وای چی است؟ قیمتش 2.3. خی چی است وای؟ عدد اشاری است. عدد اشاری را به چی تبدیل کنم؟ برای انتجر تبدیل کنم. خب میایم در عدد در وریبل سی هم که جدید معرفی کرده، وریبل سی که مساوی میشه با کمپلکس، کمپلکس اکس. کمپلکس کو اکس با عدد کمپلکس تبدیل کو، یعنی اکس مساوی میشه به قیمتش در شروع پروگرام قیمتش یک است. وقتی که چیز میکنم میگه که تو تبدیلش کو با عدد کمپلکس که اینی عدد است که در بینش جی باشه. خب میگه که بعد از گفته پرنت کو با ما اول ایر پرنت کو، باز بیر پرنت کو، باز سیر پرنت کو، باز نوی تایپش کم بیشتر براتون گفتم که مو از کدام کلاس معرفی شدن امور به ما نشان بده. مران میکنم، ببخشید که باز چی شد، مران میکنم، سیو رن میکنم ببینیم که چی میگه. خب این اومدیم دیجا اول پرنت ای که چی گپ شده اینجا ای کانورت کرده اکس که قیمتش یک است به فلوت به عدد اشاری، اینم به عدد اشاری تبدیلش کرده، 1.0 اشاری تبدیلش کرده. باز اینجا گفتیم که چیکار پرنت بی کو، پرنت بی کو چی را اینی عملیه را عملیت چی است که کانورت کو با ما وای چی است 2.8 با چی کانورتش کو به عدد اشاری، ببخشید به عدد انتجر، عدد انتجر تبدیل کرده 2.8 8 شپاس کرده. ما شما میگیم
رندم میگه چی میگه میشه مشما که میگه میشه خب آمدن ده میگه که در پرنسیکو پرنسی رو میگه پرنت کرده ما اینی عملیه رو پرنت کنم خب چی از نتیجه از این عملیه کمپلکس کو با ما عدد چی ده اکس ها اکس که از اینیست قیمتش با ما کمپلکسش کو کمپلکس کرده شه ببین دوستا با کمپلکس عدد کمپلکس تبدیل که یک جمع زیرو جی یا بعد کمپلکس تبدیل کرده خب حالا آمدیم به این خط که این خط چی کرده پرنت کو با ما امو آبجکتی که از کدام کلاس ما معرفی شده ببینین دوستا که پرنت ای کدام کلاس گفته شه فلوت به خاطر چی فلوت گفته شه که اینجا پرنت ای که هست چی شده بعد عدد اشاری تبدیل شده باز گفته که به ما چیز کو از این نشان بده کلاسشه گفته که چی از انتجر به خاطر چی انتجر هست گرچه وا اینجا قیمتش 2.8 هست ولی وقتی کانورتش کرده به انتجر چی شده انتجر شده و همچنان سیرم که وقتی کسی قیمت کنورت کرده نشان داده که از کلاس چی است اوبجکتی که است از کلاس کمپلکس است خدا کنه که چیز برداشت کرده باشین از این درس از این درس پایتون نمبرز ببینیم که ما چی داریم اگر نه درس اگر چیزی بود دیگه من ببینم اگر نبود درس ختم میکنیم در اینجا برو یک دفعه که ببینیم چی از دیگه خب یک چیز دیگه مانده که امروز میگم براتون باز از باز پایتون نمبرز خلاص میشه چه مو موضوع پایتون نمبرز خلاص میشه چی هست که رندم نمبر زندم وقتی که ما شما رندم داده اشاری که رندم میکنیم این مگه داده اشاری را او در پایتون که هست در پایتون به حساب او یک فانکشن داره دیگر لسان های پروگرامیسی که هست از خود یک فانکشن داره به این شکل یک عدد اشاری را در بینش میپرتی برای چی میکنه رندم میکنه ولی در پایتون رندم نیست یک ماجول است یک ماجول بلتن ماجول است که خودش پیش از پیش یک ماجول داره ماجولش باز ما شما میخوان در درسای بعدی که ماجول چی هست اما قصه بفهمید که پایتون فانکشن رندم نداره پایتون یک ماجول داره بلتن ماجول داره که او را می در پروگرامت باید از امپورت کنی مثل که در اینجا کده اینجا ببینید امپورت کده رندم بعد از او باز رندم استفاده کده در اینجا مدل رندم در اینجا استفاده کده خب میای میرم همین مثال در چی کار میکنی در پایتون کار میکنی ببینید که نتیجه میتن همیتن برم در ویندوز خود بیایم در ویندوز خود که اینه ببینیم که کار میتن همیتن من یک کنترول آل کنم سیف این دوستا میبینیم که رندم کده خب موضوع پایتون نمبرز در اینجا خلاص میشه باز بخیر دیگه موضوع پایتون شروع میکنیم فعلا خداحافظ باز گپ میزنیم صدای مرا میشنوین بخیر خداحافظ